آقای محمد شریف حنیفی و روابط بین الملل با ما هستند. آقای حنیفی سلام بر شما، سپاسگزارم از حضورتان در طول نیوز. موج از این درگیری ها و رخدادهایی که در پاکستان میگذره بیانگر چی است؟ به نام خدا. خب پاکستان از جمله کشورهایی است که با دموکراسی نیوبند توانسته که بستر مساعد برای دادخواهی های مدنی شکل بدهد و از همین روز که در هر سال یکی از جمله مسائل حاد سیاسی و اجتماعی باعث میشه تا موج گسترده ای از تظاهرات ها در داخل کشور با روی کرد افراطی و بنیادگرایانه شکل بگیره. تظاهرات اخیره که در این روزها در پاکستان ادامه دارد به ویژه توانسته که بخشای کلان از اسلام آباد مرکز کشور را ناامن بسازه و حتی باعث شود که شهروندان نتوانند به صورت عادی به کارهای روزمرهشان ادامه بدهند. یک تظاهرات از جنس دینی است که دارای مبنای مذهبی می باشد. فراموش نباید بکنیم که در پاکستان چیزی که بسیار زیاد است اقلیت های مذهبی است و تعداد زیاد از گروه های مذهبی است که توانستن با استفاده از دموکراسی آزادی احزاب سیاسی که در پاکستان وجود دارد مجموعه های سیاسی تشکیل بدهند و خلق بکنند. حالا یک حزب آمده با یک لایحه‌ای که در داخل مجلس اخیراً تصویب شده و در اون لایحه یک نوع نگاه دینی نسبت به مسائل سیاسی و گفتمان‌های انتخاباتی در داخل پاکستان متحول شده معترض شده است. حزب که حالا در برابر این مسئله میخواد تظاهرات بکند توانسته که تعداد زیاد از هواداران خود را نه تنها در مرکز بلکه در تعداد از شهرهای بزرگ دیگر مانند راولپیندی و پشاور و کراچی و لاهور و تعداد از بخشای کشور و جاده ها فرا بخواند. گفتمانی که این حزب در برابر دولت میخواهد استدلال مذهبی بکند این است که ما در داخل پاکستان یک فرم به نام فرم سوگندنامه نمایندگان مجلس داریم که اینها قبل از اینکه خود را نامزد بکنند باید بیاین حلف وفاداری اظهار بکنند بر اینکه معتقد هستند که ختم نبوت صورت گرفته و پیامبر گرامی اسلام آخرین نبی مرسل برای جهان اسلام بوده است. ولی تعداد زیاد از اقلیت های مذهبی مانند قادیانی ها و احمدی ها و اینها در داخل پاکستان حضور و فعالیت رسمی سیاسی مذهبی دارند که باور ندارند که ختم نبوت در صورت گرفته. فلهذا در پاکستان هر گروه سیاسی و مذهبی که باورمند ختم نبوت نباشد اجازه فعالیت سیاسی ندارد. در لایحه جدیدی که دولت تصویب کرده است تنها امین متن قسمه که ختم نبوت صورت گرفته از لایحه برداشته و گروه های مذهبی سیاسی که مخالف این عقیده هستند که میخوان بگویند که باید این متن وجود داشته باشد و دولت پاکستان باید به عنوان یک متن برجسته سیاسی این را در حلف وفاداری مذهب در حلف وفاداری نمایندگان مجلس باید بار دیگر بگنجاند و برای همین اونها دو تا تقاضای بسیار جدی از دولت کردند. خب یعنی فی وقتی که این مشکل شکل گرفت حکومت پاکستان پاسخ داد و گفت که اشتباه نمایندگان بوده و اشتباه یعنی عمدی نبوده، چیزی بوده که سروند صورت گرفته و خاطر جبرانش هم گفت که کار صورت میگیره. ولی این اعتراض ها دوام پیدا کرد، ولی این که یک بارگی به این حد وسیع شد این دیگه چی رو میرسونه؟ دو تا مسئله را تظاهرات کنندگان و رهبران مذهبی ایشان گفته است. یکی این که باید پارلمان به ادبی در مقابل یک گفتمان حساس مذهبی در داخل پاکستان کرده و باید منحل شود. و مسئله دومی که این گروه ها میخوان اظهار بکنن این است که حامد زاهد وزیر عدلی پاکستان باید از سمتش برکنار شود. با توجه به این مسئله دو تا کار جدی هم کردند، رفتن خانه حامد زاهد را در سیالکوت پاکستان حمله کردند و تمامی خانهش را از بین بردن تقریبا تظاهرات کنندگان خشمگین. اینها این مسئله را میرسانند که میخوان به دولت تظاهرات کنندگان بگویند که باید دولت پس از این در مقابل مسائل جدی مذهبی که باور اکثریت مسلمانان پاکستانی نیز میباشد حساس باشند. روی این مسئله است که تا به حال دولت نتوانسته که پارلمان را منحل بکند یا حامد زاهد را از وظیفه‌اش برکنار بکند و از این خاطر است که تظاهرات کنندگان همچنان دارن بر ادعایشان میکوبند و تظاهراتشان را قبل از قبل گسترده تر ساختند. خب حالا وقتی که درگیری آغاز میشه و چندین هزار نیروی پاکستانی نمیتونه که این معترضان را مهار بکنه و در پهلویش هم در دیگر شهرها این معترضان سر بلند میکنن، یعنی محدود به اسلام آباد پایتخت پاکستان نمیمونن، این فکر نمیکنین که نشان میده که یک برنامه بسیار قوی در راه است در مورد این تظاهرات در پاکستان؟
ببینید، ما در مقدمه صحبتم گفتم که پاکستان از جمله کشورهایی است که تعداد زیادی از گروه های مذهبی آمدن با رویکرد سیاسی در داخل کشور فعالیت میکنند و ما تعداد زیادی از مجمعه های دینی را داریم که با بیشترین هواداران حتی نسبت به احزاب سیاسی از رهبرانشان پشتیبانی و حمایت میکنند. این یک مسئله جدید در داخل پاکستان نیست که گروه های مذهبی میان دولت را به چالش میکشند و در مقابل دولت استقامت و ایستادگی سیاسی میکنند و حتی برای دولت فراخوان سقوط و انقلاب را راه میاندازند. شما در سال 2005 دیدید که طاهر القادری یک انقلاب صلح آمیز را در داخل پاکستان رهبری کرد و از دولت خواست تا به خواستای او عمل تن بدهد و دولت همچنان با وجودی که فشارهای جدی را پلیس در داخل پاکستان در مقابل مذهبیون تظاهرات کننده اعمال میکند، ولی چون نوع باورشان یک باور مذهبی است به گونه افراطیش در مقابل دولت استادگی ها تداوم پیدا میکند. این تظاهرات نیز از جنس مذهبی است و دو تا خواست جدی که دارن میخوان از دولت که این خواستایشان پاسخ بدهد. من فکر میکنم تا زمانی که دولت از موقفش پایین نیاید و به خواستهای تظاهرات کنندگان پاسخ مثبت ندهد، این تظاهرات همچنان ادامه پیدا میکند. برای اینکه تجارب در اعصار و دورانهای مختلف در حکومتهای متعدده در داخل پاکستان نشان داده که گروههای مذهبی نظر به قدرت مردمی و پایگاه اجتماعی دینی که دارن دولتها را از موضعشان شکست دادن و مجبور کردند که باید دولتها باید به گفتمانهایشان تن بدهد و ادعایشان را پاسخ مثبت بدهد. روی این ملحوظ است که تظاهرات کنندگان رفتن ساحه تظاهراتشان را گسترده تر ساختند و امروز تنها در اسلام آباد محدود و منحصر نمی شود، بلکه حدود و سغور تظاهرات در شهرهای بزرگ پاکستان نیز ادامه پیدا کرده است. من فکر می کنم که دولت در این لایحه که بازنگری به قانون ارتداد کرده و همچنان در قانون انتخابات پاکستان دیگر مسئله قسم خوردن و باورمندی به ختم نبوت را از بین برده، تا بتواند بسترسازی برای اقلیت های مذهبی غیر مسلمان یا اقلیت های مذهبی مسلمانی که باورمند به تداوم نبوت در جهان اسلام هستند بسترسازی برایشان بکند، تا بتوانند در فعالیت های انتخاباتی پاکستان که رفتن به مجلس است و یا کاندیداتوری ریاست جمهوری است و یا رفتن در انتخابات های شهرداری این بخش هست. این یک بخش از برنامه حکومت پاکستان بود، اما حالا واکنشی که در برابر این رویکرد شکل گرفته دیده میشه که با گذشت هر زمان و هر ساعت خطرناکتر میشه، به این مفهوم که امروز در اسلام آباد میبینیم که چی میگذره. یعنی وضعیت گونی نیست که آدم بگه وضعیت بسیار خوب است، همین گونه هم دامن این تظاهرات به دیگر شهرها میرسه. حالا حکومت پاکستان قادر به مهار این رویداد و این رخداد که فعلا در پاکستان جریان داره هست یا نه؟ میخوام که به صراحت بگویم که نه خیر، حکومت این توانایی را نداره و از همین خاطر بود که در نخستین دقایق درگیری میان تظاهرات کنندگان و پلیس حکومت اعلام کرد که دیگر این لایحه تعدیل شده دارای ارزش حقوقی در نظام حکومتی پاکستان نمی باشد و مجلس پاکستان یک اشتباه کرده. من فکر میکنم که یعنی کنار آمدن از موضع را پاکستان خواست برای تظاهرات کنندگان اعلام بکند و این بدین معناست که پاکستان حکومت در مقابل تظاهرات کنندگان شکست را قبول کرد و پذیرفت. ولی فراموش نباید بکنیم دو تا ادعای تظاهرات کنندگان همچنان پا برجاست که باید حامد زاهد وزیر عدلیه کنار برود و مجلس منحل شود. این ادعا را درست در زمان تظاهرات کنندگان مطرح میکنم که یک سال برای برگزاری انتخابات مجلس ملی در داخل پاکستان باقی مانده است و من فکر بکنم که این یک کار زود انگام خواهد بود و یک درخواست بجا تظاهرات کنندگان. بحث دیگه این است که پاکستان از وضعیت سیاسی و ثبات سیاسی بسیار خوبم برخوردار نیست. مثلا دیدم میشه که در چند ماه اخیر نواز شریف از قدرت کنار میره، مشکلات دیگه در این کشور شکل میگیره، حکومت توسط یک سرپرست اداره میشه، میان بخش نظامی و ملکی تنش افزایش پیدا میکنه، در بیرون هم آمریکا فشارهای بیشتر و سایر کشورها متوجه پاکستان میسوزه. پاکستان به کدام سمت روان است؟ من فکر میکنم که خوب هر کشور دارای دو تا مشکل داخلی است، یکی مشکل داخلی یکی مشکل خارجی. خب در روابط بین‌الملل گفتمان چالش های امنیتی تروریستی پاکستان و حرکت ترامپ پس از اعلام استراتژیش به سوی هند و تجربه جدید هند محور در جنوب شرق آسیا، اینا از جمله مشکلات کلان است که دولت های هند و افغانستان و ایالات متحده آمریکا بر بالای پاکستان به عنوان یک ادعا در سال های 2016 و 2017 عمل کردند که ما قدم های نخستینش را داریم در روابط پاکستان با جهان بیرون تجربه میکنیم. ولی آنچه که در داخل پاکستان به عنوان حرکت های سیاسی که ثبات داخلی
پاکستان را رنج میدهد تجربه میکنیم این است که ما در داخل پاکستان یک دموکراسی نیمبند داریم که یک آزادی کلان را برای احزاب سیاسی و گروه های مذهبی دادند که میتوانند به راحتی ادعاهایشان را در مقابل حکومت اظهار بکنند، اون هم از جنس افراطی و بنیادگرایانش. روی همین ملحوظ است که دائم دولت پاکستان با دو تا رویکرد مواجه شده، یا از طرف تظاهرات کنندگان و احزاب سیاسی سقوط داده شده، یا اینکه ارتش و حکومت ملکی کنار هم نیامدن. من فکر میکنم با وجودی که در سال گذشته ما تجربه های سنگین از تظاهرات حزب تحریک انصاف عمران خان رو در داخل پاکستان داشتیم که دقیقا حکومت ملکی را تهدید میکرد و نتیجهش هم این شد که نواز شریف با فشار ارتش از قدرت کنار برود و سومین بار تجربه کنار رفتنش را تجربه کرد. حالا در این روزها وقتی این تظاهرات ادامه پیدا میکند، بار دیگر دموکراسی است که حکومت ملکی را فشار قرار میده. اینجا باز دو موضوع پیدا میشه. یک بس خواستای معترضین است که خب میگذاریمش کنار و خواسته بوده که در موردش همه بیشتر رو بازه میدانیم، ولی بحث دیگر موضوع سوء استفاده است چون این خواستا از طرف گروه های افرادگرا در پاکستان هستن. تا چه اندازه این اعتراض ها و این وضعیت که شکل گرفته یک فرصت ایجاد کرده به این گروه هایی که به نحوه بخواین استفاده بکنن؟ حالا ببینین، پاکستان از لحاظ اجتماعی یک ایدولوژی است. ما در داخل پاکستان بستر مناسب برای رشد اندیشه های مذهبی ایدولوژیک داریم. حتی خود دولت پاکستان برای استفاده ابزاری از این اندیشه های اعتقادی در قالب تروریسم از این گفتمان ها حمایت میکند و استفاده میکند، و چی بسا این که برای بسیج این گروه ها در امنیت ملیش پاکستان میتواند که امنیت منطقه را تهدید بکند. فراموش نباید بکنیم که هر از گاهی که اندیشه های دینی وارد سیاست شدند و فشار برای دولت پاکستان بودند، مدیریت سیاسی در داخل پاکستان توانسته است که به صورت نرمال و منطقی این وضعیت را مهار بکند. ولی فراموش نباید بکنیم که دقیقاً گروه های تروریستی و ارتش براحتی میخوان که از این اندیشه ها و گفتمان های ایدولوژیکه که بر مبنای سیاسی مذهبی دولت را ملکی را تحت فشار قرار میدهند استفاده بکنند و دولت را تحت فشار قرار بدهند. پس فکر میکنین که خیلی کوتاه پایان کار حکومت ملکی پاکستان با این تظاهرات نزدیک شده؟ دقیقاً نه، برای این که ارتش 6 ماه قبل توانست که مثلا براحتی فشارهای خود هنوزم بقایای نواز شریف در حکومت باقی است. ولی من فکر میکنم که ارتش چهره ای را آورده تازه در حکومت ملکی پاکستان انتصاب کرده که براحتی به گفتمان های ارتش نبمانند نواز شریف تن میدهد. مثلا گفتمان نواز شریف از جمله سیاستمداران اعتدال در برابر هند تعریف میگردد که حالا شاهد خاقان عباسی این گونه نیست و ارتش همچنان میخواهد که صدر اعظم در داخل پاکستان حکومت بکند که بر طرح های امنیتی سیاسی و اقتصادی ارتش تن بدهد و همگام با ارتش حرکت بکند. سپاسگزار است. آقای شریف حنیفی، آقای رابطه ملل، از حضور شما در جانب ما سپاس.